is Joanne. I'm American, and I was born in Alaska. My father was a military. I'm an Air Force brat. اسمم جولیانه. آمریکایی هستم. پدرم سرباز بود. در آلاسکا به دنیا اومدم. ولی بعد از 3 سال به فلوریدا منتقل شدیم. پدرم کاملا آمریکاییه ولی مادرم در اصل آلمانیه. توی جنگ با هم آشنا شدن و مادرم تنها فرزند خانوادهشون بوده که آلمان رو ترک کرده و بقیه اعضای خانوادهشون هنوز توی آلمان هستن. پدر و مادرم با اینکه از 2 مذهب مختلف مسیحیت بودن ولی هر دو از بچگی به کلیسا می رفتن. این موضوع تو خانواده ما خیلی تأثیر داشت و ما همیشه به کلیسا می رفتیم و بچگی خوبی داشتیم. After my parents got divorced, I wouldn't say my mother left Christianity. She still believed in God, but she stopped going to the church. And when I went to catechism class, بعد از جدایی پدر و مادرم نمیتونم بگم که مادرم مسیحیت رو ول کرد. اون مسیحی بود ولی دیگه به کلیسا نمیرفت. وقتی به کلاس‌های کلیسا میرفتم به مشکل برخوردم، چون نمیتونستن که اصل سه خدا رو درست برای من توضیح بدن و به جای توضیح فقط به من میگفتن که باید قبولش کنی. چطور ممکنه یک آدم مذهبی نتونه موضوعات دینی رو توضیح بده و فقط بگه همینه که هست، باید قبولش کنی؟ سعی داشتم واقعیت رو بگم. وقتی بزرگتر شدم و به سن 14 سالگی رسیدم کاملا مستقل بودم و میخواستم برم و زندگی خودم رو شروع کنم. همیشه پیش خودم فکر میکردم که من نمیخوام از قانونی که مردها نوشتن تبعیت کنم. حتما باید قانون برتری هم باشه، چون چه کسی مرد رو خلق کرده؟ خدا. و انجیل اون هدایتی رو که احتیاج داشتم به من نداد. من حتی به کلیساهای مختلف رفتم و مذاهب مختلف مسیحیت رو تجربه کردم. به کلیسای کاتولیک ها نرفتم چون به من گفتن که این مسیر من نیست. And when I found Islam, I knew that this was the religion. This was brotherhood, sisterhood. People had trust for one another even if they didn't know each other because they were Muslims. Doesn't mean that all Muslims are good. You have many Muslims that don't practice their religion, same as in Christianity. وقتی با اسلام آشنا شدم دیدم که تو اون برادری و خواهری وجود داره. همه به هم نزدیکترن. به همدیگه اعتماد دارن چون مسلمونن. همه مسلمان‌ها خوب نیستن. یه سری از اونا دینشون رو درست اجرا نمی‌کنن. درست مثل مسیحیایی که دینشون رو درست اجرا نمی‌کنن. اونایی که درست دینشون رو اجرا نمی‌کنن مسلمان‌های خوبی نیستن و این موضوع منو اذیت نمی‌کرد چون انسان‌ها خوب و بد دارن. من از یکدلی و همبستگی اسلام خوشم اومد. تو اسلام مسیرها و هدایت‌ها از طرف خدا اومده بود و یک مثال واقعی روی زمین داشتند، پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم. و این شخصیت بسیار جالب بود به این دلیل که ما خیلی زیاد راجع به تفاصیل زندگیش خبر داشتیم. پس ما کسی رو داشتیم که میتونستیم بهش نگاه کنیم و ازش درس بگیریم. فقط قرآن نبود و این چیزی بود که باعث شد اسلام رو قبول کنم. به میامی رفتم و میامی تون سالها یکی از به اصطلاح جاهای خوب برای زندگی بود، جایی که همیشه صبح تا شب پارتی ها به پا بودن و من هم یکی از همون دخترهایی بودم که تمام وقت توی این پارتی هاست و عاشق رقصیدنه. یه بار توی دیسکو بودم و وقتی ازم پرسیدن که چی میخوام یادم نیست، گفتم آب یا پپسی و همه کسایی که اونجا بودن تعجب کردن و ازم پرسیدن که حالم خوبه. وقتی این سوالها و تعجبها رو حتی از غریبه ها دیدم پیش خودم گفتم که اینجا جای من نیست. تازه رسیده بودیم ولی من گفتم که برمیگردم خونه. میتونستم همونجا ادامه بدم و دنبال راه درست نباشم. هیچ کس همیشه عمر نمی کنه. هیچ کس هست 1 دقیقه بعد خودش هم مطمئن نیست. حتی یه بارم فکر نکردم که پدرم چه فکری میکنه، مادرم چه فکری میکنه، بقیه مردم چه فکری راجبه میکنن. این زندگی منه و من باید ازش مراقبت کنم و همینطور از بچه هام. یه مادر تنها بودم که باید از 2 تا بچه‌ام مراقبت میکردم و به همین خاطر تجدید نظر نکردم راجب اسلام. از درونم میدونستم که باید اسلام را قبول کنم. یه حس الهی داشتم و اون احساسم رو دنبال کردم و مسلمون شدم و راجع بهش یاد گرفتم. In Islam we are told the first verse that was revealed in the Quran was اقرا. در اسلام به ما یاد داده شده همونطوری که اولین کلمه‌ای که در قرآن اومده اقرا هست، یعنی بخوان، برید و راجع به خودتون بخونید و دنبال حقیقت باشید، پیداش می‌کنید، احساس درونیتون رو باور کنید.